قرآن میگه یعقوب برای یوسف گریه کرد. یعقوب پیغمبر، یوسف پیغمبر. یعقوب میدونست یوسفش کجاست، میدونست سالمه، میدونست در کاخه، میدونست مشکل ندارد. پیغمبر خدا بود، میدونست و گریه میکرد. و ما که نمیدونیم یوسف فاطمه کجاست، ما چقدر باید گریه کنیم؟ ما که باید بیشتر از یعقوب گریه کنیم. که کی آدرس مهدی رو بلده بگه؟ کجاست پسر فاطمه؟ عبرز با امزی تو با آقا کجایی؟ عزیزون علی ان ارال خلق ولا ترا، سخت بر من حجت ابن الحسن، همه رو ببینم تو رو نبینم. گریهاتون رو برای مهدی بکنی، عشقاتون رو برای پسر فاطمه بریزی. مهدی قریبه، مظلومه، برای یوسف زهرا ناله کنید. اشکاتونو بیمه مهدی کنید. قرآن داره با مثال یوسف و یعقوب یاد ما میده. یکی از وظایف ما اینه که گریام بیمه پسر فاطمه بشه. و امام زمان میگه اگه تو به یاد من باشی، منم به یاد تو هم. اگه تو برای فرج من دعا کنی، منم برای سلامتی تو دعا میکنم. تو وقتی به فکر من باشی، منم به فکر تو هم. جوانها نمیدونم این حرف از من تا حالا شنیدید یا نه، ولی بگذارید شب سوم مجلس محرم سال 85 شاید محرم آخرین باشد، بذارید درد و دل امام زمان براتون بکنم. اگه کسی از من بپرسه از امام حسین قریب تر کی، میگم از حسین قریب تر پسر فاطمه مهدی زهرا. دلیلم دارم، استدلالم رو گوش کن. نمیخوام احساساتی بشی گریه کنی، با فهم گریه کن. دلیلم رو گوش کن و گریه کن. من عرضم اینه، حسین سید الشهدا درست، به مظلومیت شهیدش کردن درست، اما حسین یه ابوالفضل داشت. عباس امام زمان کیه؟ حسین یه علی اکبر داشت، علی اکبر امام زمان کیه؟ حسین قاسم داشت، اون داشت، جعفر داشت. چراغا رو خاموش نکنید. کیه قاسم و علی اکبر امام زمان؟ کیو داره حجت ابن الحسن؟ کیه امام زمان؟ کیو داره؟ دلش رو خوش کی کرده؟ دلش رو خوش منظور کرده؟ من و تو عباسی برای امام زمان؟ یه استدلال. استدلال دوم، از پیغمبر تا تولد امام زمان 255 سال طول کشید. تا اول امامت حضرت مهدی 260 سال. جوانهای دانشجو، جوانهای غیرتمند، جوانهای ولایتی، جوانهای امام زمانی، 13 تا معصوم، مظلومیتشون همه با هم 260 ساله. اما امام زمان به تنهایی 1170 سال قریب. تو رو به خدا مهدی از امام حسین مظلوم تر. کسی دیگه سراغ امام زمان رو میگیره؟ کسی دیگه به فکر امام زمان هست؟ 24 ساعت از همین امشبان روزت گذشت، از دیشب تا حالا به من نمیخواد جواب بده. خودت و امام زمانت از دیشب تا حالا چند بار توی 24 ساعت به فکر امام زمان بودی، به یاد پسر فاطمه بودی؟ آقا کجایی؟ چه میکنی؟ از دست من راضی هستی؟ نیست؟ امام زمان دلش خوش من و شما بکنه؟خبر نداری امام زمان پیغام داده ماه مبارک رمضان پارسال که امام زمان علیه السلام روز 13 ماه رمضان تو جمع کلان خدمت یکی از علما، خدمت آقا رسید، میگه دیدم چشمای مهدی فاطمه کوچولو شده، زیر چشمای امام زمان کبود شده،
گفتم آقا چرا به این روز افتادیم؟ فرمود از بس سیاها گناه میکنند و من اذیتم میکنم، من از دست شیعه هم به این روز افتادم، من از سنی ها توقع ندارم، این کلام امام زمان، من از زرتشتی ها و بهایی ها و مسیحی ها و یهودی ها توقع ندارم، من از بودایی ها و هندوها توقع ندارم، از بچه شیعه های خودم توقع دارم. شما که معتقدید ابن الحسن میگید امام زمان تو کار هست، شما چرا گناه میکنید؟ شما چرا معصیت؟ شما چرا چشماتون آلوده شده؟ شما چرا شکماتون پر از حروم شده؟ شما چرا با کاسبیاتون قلب مهدی رو میشکنید؟ شما چرا رباخور و نزول خود شدید؟ شما چرا اینقدر آمار طلاقتون رفته بالا؟ شما چرا آبرومن امام زمان رو تو دنیا میبرید؟ امام زمان هدف من و تو دلش خونه، هدف من و تو، نه هدف سنی ها، نه هدف بهایی ها، اونا که مال امام زمان میشن، مثلا کاری با حجت ابن الحسن. امام زمان میگه، هی میگی ابن الحسن گناه میکنی؟ آقا فرموده بود مردم گناه میکنن، من شب تو باید گریه بکنم بگم خدایا به خاطر من ببخششی، گریه کنه حسین، این مشکی پوش حسین من، این برا مادر کتک خوردم گریه کرده، به خاطر گریه هاش خدایا ببخشش، من هی باید واسطه بشم عذاب نیاد برا شما، مهدی برا ما گریه میکنه، چرا ما برا مهدی گریه نکنیم؟ جوانی که شب میخواد صبح بدون این که نیت کنه صبح بیدار بشه نماز صبح، اصلا دیگه تفکر نماز بزنه، این جوان میتونه بگه من شیعه حجت ابن الحسنم؟ حالا یه جوانی شب میخوابه به نیتی که صبح بلند شه نماز صبح بخونه، بیدار میشه اینه نمزد نوی صبحه، نیت داشته و خوابیده بیدار نشده، خوب کرده موبایلشو بیدار نشده، زنگ خوب کرده و بیدار نشده، خب انام اخلمون آقا میخوابه بدون این که نیت کنه صبح بلند میشه دو رکعت نماز بخونه، بعد از نماز بگه خدایا به حق این نماز صبح فرج آقامو برسون. این جوانی که نه اهل نماز، نه اهل خدا، نه اهل تهجده، خودشو شیعه مهدی میدونه، این قلب امام زمان تیکه تیکه نمی کنه؟ دختر شیعه که با مانتو میان چادر فاطمه رو گذاشت کنار، حالا که دیگه مانتو تموم شد با پیرم شلوار دارم میان تو جامعه، گوشش حیا، اگه یه نصف حیا هم توی جامعه بود اون نصف هم دیگه نیم، و این خانمی که حرزت کرده دوزک کرده خودش درست میکنه میاد تو کوچه ها میتهی میده جلو نامحرم ها، دختری که تا چشمش بیفته بیه جوان نیشش تا پناگوشش بازه با چشمش داره عرضگی میکنه، این دختر شیعه قلب مهدی رو تیکه تیکه نمیکنه؟ این زنی که هفت قلم آرایش میکنه تو مجلس نامحرم ها میاد، این سیلی به حجت ابن الحسن نمیزنه؟ امام زمان دست کی دلش خونه؟ دست مسیحی ها؟ یهودی ها؟ یا چهار تا شیعه؟ مثل من شما؟ گریه کنید برای امام زمانت، توبه کنید با گریه کردنتون برای خونه امام زمان، تا کجا گریه کنید؟ تا اونجا که قلب مهدی رو به دست بیارید، تا اونجا که گریه بکنیم امام زمان به گریه هامون ترحم کنیم، یه کاری کنیم برای امام زمان. نماز میخونه نه یه قنوتی، نه یه اللهم کن لولی یکی، هیچ هیچ هیچ، به کجا نماز؟ اونا که نماز میخونن نمازشون بو امام زمان نمیده. شما نظره رو برو نگاه کن، آمار نظره رو بگی، چند تا صفه پهن میکنن برای فرج امام زمان، چند تا صفه پهن میکنن برای که مریضشون رو شفا بده خدا، خونه دار بشن، ماشین دار بشن، بچه دار بشن، گردشون ادا بشن، دعاهای مردم آدم بیا جمع کنه، خودت که دعا میکنی چند تا دعاها برای حجت ابن الحسن، آرزوات و عدل بیروز بیرون بید، چند تا آرزوات مال امام زمان؟ امام زمان توی دل ما تنید،
تو خونه ما در دخترت علاقه من کنه ولی یکی یادش دادی و تو کچولو تو شعرهایی که تو تلویزیون میخونند و همه رو حفظن همه رو تمام خواننده رو میشناسه بچه تمام هنرپیشا رو میشناسه تمام فوتبالیست ها رو میشناسه همه برنامه ها رو میدونه شنبه کانال یکی داره دوشنبه چی داره کدوم سریال کی پخش همه حواسه رفته تو این تلویزیون تو این قوطی جادو از سهرامی ولی پسر خبر داره دختر خبر داره امام زمان اسمش چیه قرار کی بیاد برای چی نمیاد اینقدر که سریال رو دنبال میکنید ببینی این سریال بعدش چی میشه وقتی هم نبینی از خط تو میپرسی دیشب من خوابم برد نتونستم ببینم پرسیدی این جمعه چه خبر از امام زمان چه خبر به اندازه یه سریال برای حجت ابن الحسن ارزش قائلی به اندازه یه فیلم سینمایی به اندازه یه مسابقه یه فوتبال جوونا که چند شدند و کی برد و کی باب به اندازه یه توپ ورزشی برای حجت ابن الحسن ارزش قائلی چقدر مایه اومدی برای امام زمانه مگه شیعه نیستی شما از کی سوال کردی پیش کی رفتی خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله حلبی را عاشق محمود حلبی پیر مداری سویده میدونن من که میگم تو همین یاد به شما چقدر منبر رفت مرحوم حلبی مجتهد امام زمانی حجت ابن الحسنی میبرد برای امام زمان همه منبراش امام زمانی بود گریه میکرد مرحوم حلبی که مرحوم کافی شاگرد حلبی بود مرحوم شبازیان شاگرد حلبی بود شاگرداش همه میگن ابن الحسن هر کی تو خط حلبی باشه منبر در بس مال امام زمان کاری با انگای سیاسی هم نداریم که به این رو میچسبونن و مرحوم حلبی میگفت یه مرد یه بوغلمون یه مرد تو خونت باشه ببین طوره به خدا کار و خودش هم گریه میکرد گفت امام زمان منو ببخش من چیکار کنم جامعه منو به اینجا رسونده این مثال بزنم هی میزد بودن گفت ای وای بر من چه خاکی بزنم که دست مردم و بی تفاوتی مردم که مجبورم این مثال بزنم یه مرد یه بوغلمو تو حیات خونت باشه یه رو بیای ببینی نیست و احتمال بدی در باز و درست بیرون تا کجا دنبالش میری بگرد از همسایا بپرسی بوغلمو منو ندیدی؟ مرغ منو ندیدی؟ میای تا سر کوچه از مغازه دارا میپرسی میگردی کل محل رو که یه مرغ تو پیدا کنی چند سالته؟ 50 سالته؟ 50 سال امام زمانه تو نمیدونی کجاست کجا دنبالش باشی کی رفتی پرسی به سر فاطمه کجاست چرا دلامونو دادیم به دنیا خالی کردیم دلمون از عشق مهدی فاطمه به اندازه یه سند خونت که گم میشه خونه رو زیر رو میکنی یه چکت گم میشه اگه سفید امضا باشه شب خوابت نمیبره امام زمان به اندازه یه دست چک قبول بکن به اندازه یه سند ای داد بیداد امام زمان دلش خون ولی خوش بال اونایی که بلند میشن یبنن روایت داریم جوانای خوب آخر زمان شب که میخوابن با وضوء میخوابن رو به قبله میخوابن اگر بدونن شب برای نماز شب بیدار نمیشن سر شب نماز شبشون رو میخونن میدونید که جوان میتونه سر شب نماز شب بخونه میگه آقا من خوابم میبره لیاقت پیدا نمیکنم بعد نماز مغرب عشاش قبل 12 بعد از 12 قبلی که بخوابه میگه من میدونم بخوابم نمیتونم یا آفره کرد بخونم وای میسه میخونه بعد رو به قبله میخواب میگه امام زمان خودم رو به تو سپردم امام زمان میشه شب
دست مبارک تو رو سینم بگذاری، تکونم بدی منو بیدارم کنی، من یه لحظه جمال تو ببینم. با عشق بازی با حجت ابن حسن میخوام، صبح بلند میشه، نماز صبحشو میکنه، زد آسیراشو میکنه، تو نمازش اللهم کل ولی یک میکنه. آقا این جوان ها روایت این هم کس تو نمازش اللهم کل ولی یک بخونه، یه حسن دعا فرج بخونه، 90 چیز گیرش میاد. سندش بهتون میگم، برید مطالعه کنید کتاب موعودنامه یا الفبای مهدویت. هر کی درباره امام زمان چیزی میخواد بدونه، تمام مطالب ناب رو آقای تونهی در این کتاب جمع کرده. آقای تونهی در کتاب الفبای مهدویت یا موعودنامه، اول همین کتابی که ور میداری 20 صفحه فقط برای ثواب خوندن دعای فرج که چی گیرت میاد. تا میگه اللهم کن لولی یک، دست بالا میکنی، امام زمان هر جا باشه دست بلند میکنه، میگه خدایا به خاطر من مهدی این جوان هر چی میخواد بشه، خدایا ببینی به یاد منه، منم به یاد او هم. خدایا امروز روز خوشی باشه براش، امروز کمکش کن گناه نکنه، صبح که بیدار میشه نمازش با اللهم کن لولی یک. وقتی از خونه میخواد بره دانشگاه، میخواد بره بیرون، امام زمانی اینطوری هم دم در میگه یا صاحب الزمان من خودم رو به تو سپردم. آقا خودت میدونی خیابونا چه خبره، آقا خودت میدونی تو این پیاده رو با چه خبره، آقا میدونی زنها امروز تو جامعه دارن چه میکنن، آقا میدونی توی دانشگاه ها چه خبره، آقا خودت میدونی هر کی بخواد ایمانش رو حفظ کنه خیلی سخته. آقا من نمیخوام گناه کنم، تو کمکم کن، تو دست منو بگیر. اگر خودتو به امام زمان بسپاری، امام زمان دستتو میگیره. بخوای گناه نکنی، امام زمان دستتو میگیره.